دیوانگی، حماقت. هرگز از تو چنین انتظاری رو نداشت. با اون ازدواج کنی. دوستش داشتم پدر. اون زنی که لیاقت عشق تو رو داشته باشه نیست. اون زنی که معنی عشق و دوستی رو بفهمه نیست. پس چرا با من ازدواج کرد؟ به خاطر پولت. اون یه زن فریبکار. من که ثروت زیادی ندارم پدر. ولی دکتر هستی، جراح قابل، فرزند منحصر به فرد یک مرد پولدار. ولی اون یه سر شیطون عیاش و هدف. شما حق ندارین به زنی که دوستش دارم و زن قانونی من شده توهین کنین. زنت ارزونی خودت. متاسفم از این که تمام آرزوهایی که برای آینده تو داشتم با این وصلت به باد دادی. بنابراین مادامی که اون از خودت جدا نکردی حق نداری به خونه من. این حرف آخرت بود پدر؟ بله بله. بسیار خوب. خداحافظ. خداحافظ. جون راحت بشه، همین الان همه رو بچه تو میارم. چمدون و شاک و پاک. لا حلا لا. اگه گذاشتن من رجب هستم، ببرمید. عجب که عجب خانم جون، من میگم رجب. عجب نه رجب. لا لا حلا لا. عجب کدوم گابشاله ایه؟ یا رجب رجب وجب؟ نه جونم رجب. لا 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 یا عجب یا وجب یا رجب. کارتون چیه؟ چی؟ تو چه شن داری؟ حالا لغو هست که داشته باشم از گوشه تلفون که نمتونم به تو رد کنم. پشت میدی؟ مردم آجاره بی تربیت، ادب نداره، تربیت نداره، بی شنداریه. چی شده؟ چی شده عزیزم؟ قلبم دارم میمیره. آه ناراحت نباش عزیزم، علم آیرت بکنم. لا 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 خفه میشی یا بیام بزنم دک و دنده تو لو لبده کنم؟ خفه شو از من بدتر.
ناخر بلکل معامله نیست مردم آیا. چرا نمیدونی به کارم برشم نفله؟ منزل آقای دکتر سعید؟ آقای دکتر تشریف دارن؟ عجب؟ من رجب، نوکر آقای دکتر سعید. عجب کدوم جونه بریه؟ رجب؟ من رئیس بیمارستان هستم، بیادب. من نوکر شما هستم، آقای رئیس چاکر شما هستم، کوچیکم، عبدم، عبیدم، درخت بیدم، نوکر آقام، چاکرش. الو؟ الو؟ چرا گوشی رو گذاشت؟ هرچی شما بفرمایین درسته، شما سرور ما هستید، ولی نعمت و بزرگ ما هستید. خفه شو، مگه نمیبینی دارم با آقای رئیس بیمارستان صحبت میکنم؟ چیز قریبیه، بله میفرمودی، بفرمودی. چرا گوشی رو گذاشتی؟ از دستم لیش خود، میفرمودی، هم بفرمودی. ببین رجب، آقای دکتر سعید تلگراف کرده بودن که امروز میان. اگه از مسافرت برگشتن بگو هر چه زودتر به بیمارستان مراجعه کنن. چش قربان، همین الان رسیدن. الان بهشون میگم که با جناب عالی تماس بگیرن. اطاعت میشه قربان، اطاعت. نوکر شما، چاکر شما، مخلص شما. چیزی نیست عزیزم. دلم به هم بخوره، قلبم داره از جای کنده میشه. نمیدونم تو چه جور دکتری هستی که نمیتونی بفهمی من چه مرگمه. ناراحت نباش عزیزم، تو خسته هستی، باید استراحت کنی. دو ماه آزگار رفته اشر خوردن، حالا مثل برج زهر مار اومده خونه. رجب، خانم حالش خوب نیست. اگه اینجوری پیش بری حال منم خراب میکنی. چون شما بیشوخی میگم، یه معاینه یه من ما بکنی. خب رجب، این چند وقته چه خبر بود؟ چه خبر میخواستیم باشه؟ ما مثل سگ صاحب گم کرده تو این خونه تک و تنها پرسه میزدیم و بی تلفونا جواب میدادیم. ببینم، پدرم تلفن نزد؟ اصلا و ابدا. راستی از بیمارستان چند دفعه تلفون کردن با شما کار داشتن. قربونش برم جناب رئیس بود. بسیار خوب، من میرم بیمارستان یه سری بزنم. ببین رجب جون، همونطوری که سالهای سال از من مواظبت کردی، از حالا باید مراقب خانم باشی. اطاعت قربان. خب دیگه، من رفتم. چشم، منم مثل سگ کشیک اینجا مشغول مراقبت میشم. نکنه من حامله شده باشم. رجب، اون چمدون لباسای منو بردار بیار بالا. چطور هنوز معلوم نیست؟ آخه جون دلم، اگرم چیزی باشه هنوز انقدر بزرگ نشده که با معاینه ظاهری معلوم بشه. میخوام 70 سال معلوم نشه. در هر صورت بعد از جواب آزمایشگاه نتیجه 100% معلوم میشه. خانم دکتر جون، زودتر جواب آزمایشگاه بگیم که اگه خدایی نکرده خبری باشه سر به نیستش کنه. این چه حرفیه؟ چطور دلت راضی میشه بچه خودتو بکشی؟ من بچه نمیخوام، میفهمی؟ نمیخوام اول جوانیم یه دست هونگ نقنق و مزاحم خوشگذرونیم بشه. اون دیگه با خودت و شوهرته. بسیار خوب، منتظر نتیجه آزمایش هستم. فعلا خدافظ. به سلامت. ناراحت نباش، سعی میکنم همین امروز تلفنی بهت اطلاع بدم. خسته نباشید آقای دکتر، شما معجزه کردین. آقا چکر، مسافرت شما کار بیمارستان و نزدیک بود فرج بکنه. باید مدتی تمام وقتتون رو تو اتاق عمل بگذارونید. این وظیفه می چنم. خواهش میکنم دکتر. سلام دکتر. سلام پریدو خانم. عقب شما میگشتم، میخواستم بهتون تبریک بگم دکتر. متشکرم، عمل جراحی مهمی نبود. به عمل جراحی کاری ندارم، پدر شدنتون رو تبریک میگم. از کجا فهمیدم؟ بله، این نتیجه آزمایشگاهه. مگه جنه پیش تو اومده بود؟ آره،
امروز اومده بود مطب خصوصی من. خیلی هم نگران بود. تو که چیزی بهش نگفتی؟ نه، چطور مگه؟ فریدا خانم، یه خواهشی از شما دارم. لطفاً به زنم نگین که حامل است. راستش اون از بچه خوشش نمیاد. پس حرفایی که میزد جدی بود؟ دکتر، شما خودتون دکتر هستید. آیا میشه از این جریان بی خبر بمونی؟ شاید تا اون موقع فکرش عوض بشه. شما همکار من هستی، باید به من کمک کنی. چشم دکتر، همین حالا بهش تلفن میکنم که خیالش راحت بشه. راست میگی؟ پس مطمئن باشه. فریدخ جون، نمیدونی چقدر از این خبر خوشی که به هم دادی خوشحال شدم. باید این خوشی رو جشن بگیرم. حتما بیاین. خداحافظ. آه چقدر خوشحالم، عالی شد. بخورین، بنوشین، خوش باشین. قدر نعمت جوونیتون رو بدونید. شیطون، تو داری با چشات منو میخوری؟ چرا معطلی؟ شادی کنی، گلاساتونو به سلامتی هم بنوشی. عجیبه بایده، خانو پاک خاکی پاکی شده. من خوش خوشم، عاشق خوشم، مستم همیشه. من خوشگلم، انفاکلم، اونجوری میشه. کار دنیا به ما کاری نداره، هرچی خوش بود گرفتاری نداره. زندگی را نبازاری نداره. یا بشین گل، میگم گل، بگو کی به کیه. به ما چه که کاری، زندگی کی به کیه. عشق من این یکی لاسش مرابه، یا لطابه که حال ما خرابه. کار دنیا که نقش روی آبه. یا بشین گل، میگم گل، بگو کی به کیه. به ما چه به کاره، این زندگی کی به کیه. میخونم میرفتم من بی خیال شفتم. همین جا همون جا هر جا که هستم نفتم. شور من دیگه به خود بشه. سخت نگه بابا یه پردش شد بشه. شما رو صدا میکنن، خانم با شما کار دارن.
احمق خدا با تو با بنده؟ بله. من نمیدونستم امشب جشنش گذارون برای نوکرتون گرفت. خطشو احمق مشروب بریز ریجی دشت بفرم دکتر این کاراش هیچ برای یه زن حامله خوب نیست. برو بهش بگو اگه بفهم حامله از خودش از پشت بوم پرت میکنه. خب بچه ها مشخوشید. جنی تو خسته شدی باید استراحت کنی. چی گفتی؟ من باید تو صبح برخصم. خب بچه ها بیاید برخصید. چیه حالت خوب نیست؟ بس دیگه خفم کردی صداشو ببر. برای چیه خریدی؟ برای کوچولویی که تو راست باید بیاد. خب هفتاد سالی سیو به دنیا نیاد. ژنی باز مرضش اوت. عزیزم ناراحت نباش، بچه مال منه، منم خودم بزرگش میکنم. آره تو بمیری، تو گفتی منم باور کردم، کی باید شیرش بده؟ ای خانم، خدا بزرگه، اگه شما شیرش ندین یه گاب براش پیدا میکنم، شیر گاب بهش میدم بخوره. تو دیگه خفه شو. همه این زنها آرزوشون اینه که مادر بشن. من آرزوم اینه که از جوونیم استفاده ببرم، میفهمی یا نه؟ من از اولش گفتم بچه نمیخوام، هنوزم نمیخوام. 8-9 ماهه که منو گول زدی. بسته دیگه. حالا مگه زنده به دنیا بیاد خودم از بین میبرمش. ژنی مردم به دادم برسه. ژنی یه کمی تحمل داشته باش، بگی بخواه راحتم کنی. آروم باش ژنی. تو برو بیرون دیگه، نمیخوام ریخته تو ببینم. این بنا رو تو سر من آوردی، برو برشا. آروم باشه ژنی، مگه بچه یه کمی تاقات بیاد جانا. دکتر یه مریضی وضع همه سخت داره، حالش خطرناکه. خیلی خوب، الان میام. ببرین این شتاق عمل، اگه احتیاجی به من شد خبرم کن. بسیار. آقای دکتر دستم به دامنه، دخترم نوام جون هر دو تاشون از تو. اگه چی شده خانم؟ دخترم مینا مریض شماست، دو روزه که درد میکشه. خب این که چیزی نیست مادر، خیالتون کاملا راحت باشه. خدایا خودت کمکم کن، به خیر بگذر. چی شده خانم؟ آقای دکتر من بچه ما از شما میخوام، اون باید زنده بود. حالا که خدا شوهرم از من گیره، تنها مونس من تو این دنیا اینه. اونو باید برای من زنده به دنیا بیاری. راحت باشی خانم، بچه شما سالمه و حتمانم سالم به دنیا میاد. دکتر اگه بچه من از دستم بره، زندگی برایش کسو ندارم. من فقط با امید اون زنده موندم. من بچه‌مو میخوام، بچه‌مو میخوام. ناراحت نباشیم، آروم باش. ناراحت هستی؟ نه دکتر، بچه‌ام اگر سالم به دنیا نیاد حتما میمیرم. بذار بمیره. بخوشش چرا باید مثل بچه که چون نمیده اینقدر شروع کرده که نمیذاره کار زایمان طبیعی انجام بشه. بیهوشش کنی. چشم دکتر. آقای دکتر منو تنها نذارین بره. شما به من قول دادین بچه با خودتون به دنیا بیاره. حتما، حتما این کارو میکنه. آقای دکتر، شما چه مرد با خدا و مهربونی هستی. به
تمام شد. آقای دکتر، بچم سالم، زنده میمونه؟ بله، خیالتون راحت باشه، یه پسر کاکل زنیه. تمام شد؟ خب، پسری دختر؟ پسر کاکل زری. بوش جنی چطوره؟ هنوز بیهوشه، بردنش تو اتاق خودش. خیلی خب، پسرمو ببرین تو اتاق نوزادا، من میرم جنی رو ببینم. چشم دکتر. مواظب پسرم باشین. من بچه نمیخوام میکشمش. چه دنیایی؟ یکی میخواد بچه‌ش از بین ببره و این یکی تمام امید زندگیش به بچه‌ش. بچه‌م، پسرم، من مادر شدم. آره دخترم، آره. آقا دکتر، بچه‌م کجاست؟ تو اتاق بچه هست. بیارینش اینجا، بیارینش پلوی من. نمیخوام از من دور باشه. شما باید استراحت کنید. من بتونی بچم هیچی نیستم. تو رو خدا بیاریمش پیش من. میخوام نفساشو بشمارم. میخوام ببینمش. میخوام نگاش کنم. بسیار، الان میگم بیارمش. نازی ماشالله پسر نازی. خانم پریدوخ. آقای دکتر، بچه شما کمی ناراحت. آه خیلی خب، ببینش به من. شما بچه مینا رو به من کشش. میخیزی بابا خودت بگی. دکتر چی؟ دکتر، مثل اینکه بچه مرده. آره، اینو بگی ببینم. حالا چی به مادرش بگم؟ این زن اینقدر آرزوی تولد کودکشو داشت که اونو زودتر از موعد به دنیا آورد. آقای دکتر، دخترم میخواد بچهشو ببینه. بیتابی میکنه. بسیار خوب خانم، الان میام. حالا چی کار میکنین دکتر؟ بچه‌مون بدیم به اون. بچه شما؟ این به جای اون؟ بله. من نمیتونم شاهد دقمرک شدن یک مادر باشم و یک عمرم استراب داشته باشم که مبادا ژنی بچه‌مو بکشه. نوزاد مینا رو تو اون تخت میذاری و میدی به نام پسر من اونو به خاک بسپرم. دکتر، شما میخواید که... بله، این تنها راه نجات جان یک کودک و یک مادره. بدش برم. به ژنی چی بگم؟ بگو بچهش مرده به دنیا اومده و خواهش میکنم این رازم برای همیشه پیش خودتون نگه داری. دخترم، دکتر گفت الان بچه تو میاره. آوردین دکتر، حالش خوبه؟ بله خانم، خیلی خوبه، مثل یک پهلوان. ببینمش، قربونش میرم، چقدر مامانی شده، ببینمش. خدای شکرت، من دیگه تو این زندگی تنها نیستم. پسرمو برگ میکنم، دومات میکنم، نفدار میشم. دیگه هیچ آرزویی تو این زندگی ندارم. خدای شکرت. بچه کو، زنده است؟ نه، به آرزوی خودت رسیدی. خدا بچه را ازت میگرفت. راست میگی؟ راحت شدم. خدا رو شکر. خدای شکر. مادر، چه کلمه زیبا و مقدسی. چه وجود پاک و فداکار. کدام قلبی است که با شنیدن این کلمه زیبا تا
کارهای وجودش به لرزه نیفتد؟ کدام انسانی است که به داشتن مادر افتخار نکند؟ و من که با دنیای عشق و آرزو امید دیدار فرزندی را داشتم، سرنوشتم این بود که پسرم وجودی را که خون من در رگهایش جریان دارد به خاطر زنی که ارزش و لیاقت نام مادر را نداشت در دامان زنی بیگانه بگذارم که میتوانست یک مادر باشد. از این کاری که کردم پشیمان نیستم. اگر فرزندم در دامان دیگری بزرگ میشود، اگر به صورت زن دیگری چشم میگشاید، اگر از دیدار لبخند شیرینش محروم هستم، اگر صدای روح پرور و جان بخشش برا پدر صدا نمی کند، اگر تنین خنده هایش نور شادی به روحم نمی پاشد، اگر جست و خیز و شیطنت هایش را نمی بینم، اقلن این دلخوشی برایم وجود دارد که پسرم زنده می ماند، رشد می کند، بزرگ می شود و دست های پر مهر زنی که خودش را لایق مادری می داند نوازشگر وجود پاک و معصوم اوست. تمام لذت ها و خوشی های پدر بودن را از دست دادم، تمام آرزوهای شیرینم را مدفون ساختم و تنها یک امید برایم باقی مانده و آن امید دیدار بوست. همین امید جان بخش پیوند مرا به زندگی محکم می کند. امید دیدار بسرم دو امید دیدار. خب احمد جو، حالا دیگه موقع غذا خوردنته. وقتی غذا تو بخوری زود زود بزرگ میشی، آقا میشی، اون وقت مادر تو به تمام آرزوهاش میرسونه. که عروسی ماما، تو اول بخوری غذا تو بخور تا مامان بعدم برات بگه. باری کلا پسرم، من الان برمیگردم غذا تو بخورم. کاشکی که ببینم یک روزی گشتی تو مهندس آتون، هی ساختمونه خوب میسازی، هی جاده و بیمارستون، خدا پناه چراغ راه جای هر انسون، که هر کس به تو دیگه صاحب خونه میشه، بدون از ته قلبه داد کرده همیشه، که هر کس به تو دیگه صاحب خونه میشه، بدون از ته قلبش داد کرده همیشه. یک کارگری با معرفت با پیچ آجار رو دنده، میری زرقت کشونیش هر چی رو به جشن میبنده، یک کار سنگین نمیشه غمگین همیشه میخنده، به شادی سر کاری دلش غصه نداره، میدونه توی خونه که دیوی سر باره، به شادی سر کاره دلش غصه نداره، میدونه توی خونه که دیوی سر باره. یک دوزده کلک بالا میره از هر در و هر دیواری، میره تو خونه قایم میشه تو پستو و تو انباری، تا شب بخواد و همه حیاتا میریزه تو گاری، ولی خبر نداره که سرکار تو خیابون، میبنده دوتا دستاش تو دارش بیخ زندون، ولی خبر نداره که سرکار تو خیابون، میبنده دوتا دستاش تو دارش بیخ زندون. باشی که یه دونه دکتر بارو پوش سفید و اینک، گوشی بذاری روی گوشت مردم و بگینی تک تک، قریب خوش باش نکن که خان خوش نسه خالی سفتک، ای آقای دکتر که چون دست خدایی، یه لبخند تو بهتر به هر قرص و دوایی، که ای آقای دکتر تو چون دست خدایی، یه لبخند تو بهتر به
که هر قرص و دوایی. از این بر رد می شدم، گفتم یه سر اینجا بزنم. احمد کجاست؟ این اسب و... مرسی، شما همیشه زحمت می کشید. ببخشید، من با احمد سرگرم بازی بودم. شما بفرمایید، من الان میام خدمتتون. بفرمایید. احمد؟ نه. کجایی؟ نه. کجاستی احمد؟ نه. آها، گیره دوباردن. نه. ای شیطون، این پشت قیم شدی؟ نه. نه. نخیر. نه. اینجا هم که نیست. نه. ای، بابا من که نمیدونم کجا هستی. نه. احمد؟ نه. نه. آبا جون، کجا هستی؟ بیا برات یه چیز خوبی آوردم. اما زیبش دستی بالا بیا همچه ما که تسلیمتی ای شیجون. خب اما جون حالت خوبه؟ مشال مشال خیلی زرنگ شدی ها؟ معلومه بابا دستون دیرکی نباشتم. شما میدونی من پسر کی هستم؟ پسر کی هستی؟ من پسر مامانمم. روسیه و دکتر برای شکلات آوردی؟ شکلات؟ ببینم تو جیبم هست. آره جونم بیا بیا پهله بون. اینم شکلات بخور تا گنده بشه. امروز برات یه اسب خیلی قشنگ بودم. میخوای سوارش بشیم؟ آره پسرم؟ خیلی خوب بیا سوارش بشیم. بشین اینجا. این دهنشم بگیر. حالا هی هی آوری کلا، آوری کلا. آقا دستور، تو نمیخوای بیایی رو اسب سوار بشی؟ من که نمیتونم رو اسب کوچولو سوار بشم. چیه؟ منم نمیخوام بشم. این اسب خره. جا نمیره. من یه اسب میخوام که سوار بشم. خب؟ را بره. را بره؟ آره. یه دوست دارم که یه اسب داره. خب؟ تو اتاق را میره. تو اتاق را میره؟ آره. آخه اسبش باباشه. سوار باباش میشه بالا. تو خودت. خیلی خوب. میخوای من بهت سواری بدم؟ شما؟ آره جونم من. یا نه. کشتی ها. مطنی کی هستی؟ خشت روی چشمم اطاعت میکنم. بلنش اینجا بایسا. خیلی خب نیفتی ها. بذار من این اسب رو بذارم اون پشت. چقدر برشر میکنی زیف بستیده. چشم بسرم چشم. خب حالا من دولا میشم تو بیا پشت من باشه؟ باشه. آوری کلا. قدشو برم بیا بالا. بیا بالا بیرم آوری کلا. بسم الله سحیم. آخی نیفتی مواظب باش. بیا بیا بیا. خب اینم بگیر. خب آماده ای؟ نه یفتی هنکار هنکار اسبی افلاستون کلا آسی برو آسی بیا با که گربه شاخت نزنه آقا دستون میتونی من تو رو بابا صدا کنم؟ چی؟ آخه مامان میگه بابام رفته مسافرت اونم منو پیش نداره اگه دوست داشت از مسافرت میومد کن برو تو چون اینقدر بی‌تربیت شدی؟ ببخشید آقای دکتر بچه‌م یک کمی شیطون شده خیلی ازتون معذرت می‌خوام بیا پایین چی میگی مامان؟ من بابا دکتر خیلی دوست دارم احمد این کار بده بیا پایین هی 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 جانم ای بابا از بچه هست بذاریم خوش باشیم باید ببینم هشت هم دیگه تو این کن این کن تو هم بایسته بی نگاه میکنی؟ بابا دکتر چی رو بایسته بی؟ احمد برو پیکاره خجالت هم خوب چیزیه دستی دستی داری بچه رو لوس میکنی؟ خیال میکنی اینم راه تربیته؟ چی کار کنم بچه؟ چه چیزا؟ تو از اون بچه تری؟ مانعی نداره خانم این که چیزی نیست دیگه میخوای چی باشه؟ آخه مادر من خب احمد جون من دیگه میرم بای 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 بابا دکتر بازم میای بریم سفایی بدی بابا دکتر بله بازم میام حتما پسرم سکونه تمیرید نره ها حتما بسن بیارم چشم حتما برات میارم خدا بسلامت نمیفهمم
این آقا دکتر را و نیم را میاد اینجا چی کار؟ خب دکتر بچه هست دیگه. دکتر بچه؟ هر وقت بچه مریض شد میاد نسخه میده و میره، نه اینکه مرتب سرشو بندازه پایین بیاد اینجا و به بچه شطور سواری بده. خیلی آقاست، مهربونه. بله مهربونه، اما با تو یا با بچه؟ مادر، تو راجع به من چطور فکر میکنی؟ هیچی، فکر میکنم دختر خیلی ساله هستی و به این آقا دکتر زیادی رو دادی. زیادی رو دادم؟ چی کارش کردم؟ مگه چی شده؟ دیگه میخواد چی بشه؟ هر روز میاد اینجا. خب وقتی که یه مرد زندار مرتب سراغ یه زن بیشوهر بیاد چی میخوای بشه؟ هیچی، فقط حرف و حدیث و بدنیومی. هم مادر، تو راستی خیال میکنی که من خیال میکنی؟ من هیچ خیالی نمیکنم، اما تو در همسایه ها هزار جور حرف در میاد. اسمان خان خواستگارت هم مشکوک شده. غلط کرده مشکوک شدی. مردیشو ریختشو ببرن. پس تو داری سنگ اونو به سینه میزنی؟ دختر جان، اسمان خان مرد خوبیه. چه وقتی که زن داشت، چه از وقتی که زنش مرد، نگاه بد به هیچ کس نکرده. آدم کاسبکار و با ایمونیه. اما من که دوستش ندارم، من نمیخوام زنش بشه. دیگه خوبیاشو برای چی به رخ من میکشه؟ پس چی؟ خیال کردی آقا دکتر با زبون چرب و نرم و موش‌مردگی‌هاش میاد زنشو طلاق داد تو رو بگیره؟ آخه کی همچی حرفی زده؟ چرا از خودت حرف در میاری؟ کی من اصلا به فکر شوهر کردن بودم؟ من شوهر نمیخوام. همین بچه رو به ثمر برسونم، دیگه هیچی تو زندگی نمیخوام، فقط پسرم رو میخوام. من پولم رو میخوام. که پول میخوام؟ منم حسابم رو میخوام. من باید دخل برجر کنم، بلایت به جانم. بسیار خوب. تو پول چی تو میخوای؟ 1000 تومن پول شیرینی و میوه و آجیل که خانم گره گره سفارش داده. 800 تومنش هم حساب امروزه. نه نه جار من اونجا بجاب زراج میشه 400 تومن. خب شما چه حسابی دارید؟ مشروب، بیسکیت، جین، شامپاین. 3 تا صندوق همین امروز فرستادم. 6500 تومن حسابتون میشه. حساب نجسی روی هم رفته 6500 تومن. خب شما دخل کیو باید برگردونیم؟ دخل فروشگاه لباسو. خب برگردون کی جلو تو گرفته؟ حسابا که اخ کردیم برش میگردونم. با خرط پرتی که امروز سفارش دادن 7000 تومن میشه. قدم خورده داشته تخفیف داده. خدا پدر جد آبادی تو بیامرزه که خورده هاشو تخفیف دادی. خب جمع کل طلب لباس و میوه و شیرنی و زهر ماری 17500 تومن. جلوی بچه بگیری قهر میکنه. میدونم هم مایه خودتون خوبه هم مایه مشتریتون. خب که پول میخوام. بله پول میخوام. بعد مجم هنچی تو پولا تو بچه که آف در بچهات نمونده. پول میخوام بگیری. یه راهی بهتون پیشنهاد میکنم که زودتر به پولاتون برسید. چیه؟ سه نفریتون میرین سر سرا وامیش. یکیتون اون طرف رو میگیره، یکیتون هم این طرف رو، یکیتون هم بچه. اون وقت سرتون رو کج میکنین، دستیاتون هم دراج میکنین و با ناله میگین بده در راه خدا. نازی چیه؟ چه خبره اینقدر سر و صدا رو انداختی؟ فیفی جون از خواب پروندی؟ نازی حالا دیگه فیفی جونشم از خواب پریده. نازی بریه قرار خانوم، خواهش میکنم لطفاً یه دقیقه ناز کردن فیفی جونتونو عقب بندازین و جواب اینا رو بدین. جونی فیفی چی میگم؟ طلبکار هستن. ایشون از طرف آجیل فروش ها و میوه فروش ها طلبکاره. این آقا از طرف حب و جون. این یکی هم ممکنه از ایخ افتاده فروشگاه لباسه. هرچه با اختیارات تام برای وصول 17500 تومن و چنق به اینجا آمده اندی. خب بدین برن فیفی جونم رو زابرا نکنین، ممکنه نازنازی دلخور بشه. ناز داره فیفی. از کجا بیارم؟ چه میدونم، از سر گوره بابات. فیفی من نازه. سر گوره بابای خدا بیامرزم یه گلدون شمدونی بود که اونم از سرما خوش شد.
خب صبر کنین تا آقا بیاد. بیچاره آقا به خاک سیاه نشسته. رجب. بله. این آقایون کی هستن؟ اینجا چی کار دارن؟ این آقایون نمایندگان توم الاختیار وصول طلبهای معوقه هستن. تو خفه میشی یا نه؟ سعید جون پول اینا رو بده ردشون کن برن. فیفی جون رو زابرا کردن. چه پولی خانم؟ یه خورده پول میوه و شیرینی و مشروب و لباس طلب کردن. ببرمی؟ بله جمع 17,500 تومن. خفه شو رجب. چاش ما خفه 17,500 تومن؟ مگه سر جنج نشستی زن؟ آه دیگه گدوبازی در نیا. یاد میکنیم از زن بیبندوبار ولخواست یاهی به پای هم پیر بشین، پیر زمین گیر بشین، کوب بکنین شیر بشین. خب بچه ها امشب جشن تولد سوسی جونمه، یکی از بهترین شبای عمر منه. همه باید خوش باشین، شادی کنین، برقصین، بخونین. متشکرم. مو مو میکنی با هم دوست دارم و تو رو میبیسم. مو مو میکنی با هم دوست دارم و تو رو میبیسم. که گربه خوشگل و ملوسم توی توی پیش جونه نازدی لوسم توی توی همون که دائم تو رو بغل میکنه منم با هات میشینه احل محل میکنه منم. مو مو میکنی با هم دوست دارم و تو رو میبوسم. خانم ها آقایون منت پرم بذاری برای پیشی جون مو مو دراری. خانم ها آقایون منت پرم بذاری برای پیشی جون مو مو دراری. خانم آقا شما بگو نگاش کن نگاش کن نگاه تو چشاش کن پیشی اینا بگوشه که هی گوشه بگوشه بره تو با نموشه. نگاش کن نگاش کن نگاه تو چشاش کن پیشی اینا بگوشه که هی گوشه بگوشه بره تو با نموشه. مو مو میکنی باسم دوست دارم و تو رو میبوسم. مو مو میکنی باسم دوست دارم و تو رو میبوسم. که گربه خوشگل و ملوسم توی توی بیشی تونه نازده لوسم توی توی همون که دائم تو رو بغل میکنه منم با هات میشینه احل محل میکنه منم. مو مو میکنی باسم دوست دارم و تو رو میبوسم. خانم ها آقایون منت پرم بذاری برای پیشی جون مو مو دراری. خانم ها آقایون منت پرم بذاری برای پیشی جون مو مو دراری. خانم آقا شما بگو نگاش کن نگاش کن نگاه تو چشاش کن پیشی اینا بگوشه که گوشه بگوشه بره دنبال موشه. نگاش کن نگاش کن نگاه تو چشاش کن پیشی اینا بگوشه که گوشه بگوشه بره دنبال موشه. مو مو میکنی باسم دوست دارم و تو رو میبوسم. مو مو میکنی باسم دوست دارم و تو رو میبوسم. که گربه خوشگل و ملوسم توی توی پیشی جونه نازده یه لوسم توی توی همون که دایم تو رو بغل میکنه منم باز میشینه اصل مطل میکنه منم. مو مو میکنی باسم دوست دارم و تو رو میبوسم. خیلی ممنونم متشکرم. خیلی متشکرم متشکرم مرسی. رجب مشروب این تاشم بچلونم.
احمق مگه کوری؟ نمیبینی شیشه ها خالی شده ویسکی بیار. نه کور نیستم خانوم، آخه تای دو دو صندوق در اومده، همه هم ریختن تو اندقه بلا. بگو ویسکی بیارن احمق خرف، تلفن بزن. بس کن دیگه، حیا کن، خجالت بکش. عرضگی ها عیاشی هم اندازه ای داره، زنه بیر مغز رو بیبنده باش. زیادن صداتو کلوف نکن که خوشم نمیاد، چه قلط رو میکنی؟ بگیم که گوشه بسیم. که برف میاد و پارکم با این هوا خبری نبود، خیلی دل واپس شد. یکسه تو خیابون دل نمیدونم. دلوخ میگه مایده بوشتر. اوه مایده بوشتر، ما با ماشین بابا دکتر اومدیم. ماشین دکتر؟ آره مایده بوشتر، اگه ماشین بابا دکتر نبود ما خیس میشدیم. عجب گیر کردیم. نمیدونم، نمیدونم این آقا دکتر از جون ما چی میخواد. مادر چی میگی؟ هیچی، همینقدر میدونم که یه دختر احمق ساده ای دارم که یه دکتر حق باز زندار عقلشو دزدیده. بس دیگه، خجالت بکشه. چی باید خجالت بکشه؟ تو باید خجالت بکشی شنی، تو دیگه غیر قابل تحمل شدی. خیال میکنی خودت خیلی قابل تحمل هستی؟ پولم که تو بساطت نیست، جرات قرض کردنم که نداری، نقه نقم که میکنی. یه شبم که میخوام برم پارکی با دوستام خوش باشم، آرام شنگه را میندازی. پس فایده چیه؟ ژنی، من خیلی به پای تو صبر کردم، خیلی استقامت نشون دادم، اما دیگه حوصله‌ام سر رفته، دارم از کارات دیوونه میشم. خب بکش پشت داری جونم. تو کی میخوای آدم بشی؟ هرزگی و عیاشی هم اندازه ای داره. پدرم راست میگفت. بسه دیگه، نمیخواد بابای حافافو تو به روح من بکشی. خفه میشی یا نه؟ بی خود صداتو برا من کلوف نکن. هیچ کس از دادتو نمیترسی، هنوی تو برا من رنگ نداری. من امشب پارتی دعوت دارم، تو چه دلت بخواد چه دلت نخواد من میرم. اگه پاتو بیرون بذاری دیگه تو این خونه جای تو نیست. مردشور خودتو ببرن با خونه خراب شده. بلیت آقا، من با اون خانم کار دارم. باید بلیت ورودی بگیری. همینی که نیستم الان برمیگردم دیگه. نمیشه آقا، بدون بلیت ورودی قدقنه. خیلی خوب، یه بلیت. آقا چی میدونی که ماشین خیلی هم سواشیدم؟ من کجا میبرم خواهم ماشین سواشم؟ بفرماش، اینم بلیت، اینم بقیه پوله. بقیهش مال خودت. تاکسی، تاکسی. احمد، صبر کنید. مرگ بابا دستانی. سلام بابا دستانی. سلام اینه خانم. سلام احمد جون، حالت چطوره؟ خوبی؟ من با ماشین خودم شما رو میرسیم. بیا احمد جون، برات شکلات رو. نه مرسی، بچه به شکلات عادت. من ماشین بابا دستانی میخوام سواشتم. من تاکسی سوا نمیشتم، من شکلات میخوام. بابا دستانی میخوام. ببین احمد جون، پسر خوبی باشو، منو دیگه اذیتم نکن. ده اونم شکلات. نه من شکلات بابا دسترم رو میخوام، من اینو دوست ندارم، مال بابا دسترم. یا احمد، چرا اینقدر سر صدا را انداختی؟ ماما بزرگ، ماما نریش از بابا دسترم شکلات بگیرم. بابا دکتر، خجالت نمیکشی؟ بازم پیش اون رفته بودی؟ نه نه نه، دلم تو خفم کردی. مگه اونو ندیدی؟ گفتم که نه، فهمیدی؟ دروغ میگه، دیدیمش، اما نزید من ازش شکلات بگیرم. آه، حالا به من دروغم میگی؟ زیر زیرکی میری به دیدن دکتر؟ خجالت نمیکشی؟ تو اونو ندیدی؟ میگم نه. آخه
آخه چرا اینقدر به من نق میزنی؟ چرا جیگر منو خون میکنی؟ چرا نمیذاری با درد خودم بمیرم؟ چرا برم نمیکنی؟ مگه من خون کردم بیده شدم؟ چرا دائم با سوء زن و بدبینی به من نگاه میکنی؟ چرا نزشته بابا دسترم به من شکولات بده؟ من بابا دسترم رو میخوام، یالا یالا. بابا مرده، میفهمی یا نه؟ خدا چیه به بچه میزنی؟ تو دروغ میگی، اون سیزن بابای خودمه، برام شکولات اوورده. من میخوام پیش بابا دکترم برم. خفه میشی یا بزنم دهنتو خورد کنم؟ بیش کن بچه رو، چی از جونش میخوام؟ تو اونو وادار میکنی بابا دکتر بکنی. این بچه دلش به یه بابا دکتر گفتن خوشه، چی کارش کن؟ بزن تو دهنش، خدا رو خوش نمیاد. وقتی برات حرف در آوردن، وقتی پیش در همسایه ها رسوا شدی، اون وقت آخرش از دستتونم میرن، خودم رو گم و گور میکنم. نه آقا، دیشب که تا صبح نیومدن، امروز هم که هنوز پیداشون نشده. راستی شما نمیدونین کجا رفتن؟ هر گوری میخواد رفته باشه. حالا خودم کجا گرده؟ بگم احمد جون دیگه اذیتم نکن، یه دفعه گفتم امروز نمیری، فهمیدی مادر؟ نمیری. پس من خودم میرم. آیا دست این بچه آخه برم برایش تنگ شده. احمد کجا؟ مامان بوسیق میخوام برم پیش بابا دکترم. عجب بچه شدی، برو با اسباب بازی. اسباب بازی نمیخوام، هیچی نمیخوام، بابا دکترم رو میخوام. عجب گازی گرفت، دستم سو. ببینم احمد جان، شما ببرینش بالا تا من دکتر بشم. من خدایا خودت کمک کن بچه طوری نشده باشه. بله مینا خانم، شمایی؟ چی؟ احمد از پله افتاده؟ طوریش که نشده؟ خیلی خوب، همین الان میام. مادر پلیس دکتر خبر کرده. آره تلفن کردم، همین الان میاد. به چی؟ دکتر سعید گفت همین الان میاد. چی؟ دکتر سعید؟ مگه تو شب دکتر قطعه که با اون تلفن کردی؟ خیلی خوب، برو مواظب بچه باش، ما همین الان دکتر همسایه رو خبر میکنیم. ظاهرم جز سرش صدمه ای ندیده، البته خیلی باید مواظب باشید، چون ممکنه خدای نکرده در اثر ضربه ای دچار خونریزی داخلی شده باشه. فعلا از این شربت هر دو ساعت یک قاشق بهش بدید. اگه حالش به هم خورد علامت خونریزی داخلیه، باید اونو فوراً به بیمارستان برسونید. چشم آقای دکتر. خب با اجازه من مرخص بشم. خدا حافظ، به سلامت. خیلی از لطفتون ممنونم. حالت خوب عزیز بگیرم؟ من دواهای این دکتر رو نمیخوام، من میخوام بابا دکترم به هم دوا بده. من بابا دکترم میخوام. یلا بگو بابا دکترم بیاد. آروم باش احمد جون. سلام آقای دکتر. سلام دکتر. بچه رو مایه نکرد؟ بله مایه نشکرد. متشکرم. بخورم آقا. نمیخورم. نمیخورم. من بابا دکترم رو میخوام. بابا دکترم رو میخوام. بابا دکترت مرده. حالا راحت شدی؟ وقت که از دست این بچه دیوونه شده. بابا دکترم رو میخوام. دلم بلش تنگ شده. فرمایش بود. سلام. اومدم احمد رو ببینم. دیگه احتیاجی به شما نیست. دکتر اومد ماینش کرده، دوام داد. مینا خانم تلفن کردن. مینا خانم دستپاچه بودن، عوضی تلفن کردن. خیلی معذرت میخوام، بفرمایید. خوش اومدین، بفرمایید.
باری کرده بسرم بخور که خوب بشی. یعنی چی؟ نمیخوام بابا جان، من بابا جان دلم نمیخوام، دلم برش تنگ شده، گفتم بابا جان دلم نمیخوام، نمیخورم نمیخورم. شما غذاتون رو نمیتونم. مرسی. چه بخورم که؟ چه بخورم نمیتونم، پارم میشکنم. بابا جانم الان اونم با من دوست بود. آره ای بیا برو اون زندگی خوشی رو که آرزوشی داشتی گیره. واقع بیشور این کاری به جایی رسیده که تو گوش من سری نیزنی. تا وقتی که سر من از یه کسایی میدم رسوایی به بار بیاری. گمشو نکبتی زن من، قهرت ها شما روزی داره زن تو جدای بیخاصیت بشه. تو غرور بیاد بیا بروی حرسه. لطفا بفرمایید. بارا بابا گمشو. اوما کجایی بابا آقای دکتر؟ پدر من در من میخواستم بیام عقبه. چی شده؟ کجایی آقای دکتر؟ تا حالا چند دفعه خونه پدرتون تیریم زدن شما رو میخواستم. از خونه پدرم؟ آره بابا، وکیل پدرتون میگفت زودتر خودتون رو برسونی. نکنی پدرم. خیلی خب، پس من میرم یه سری میزنم ببینم چه خبره. بنده خدا دکتر عجب سپلشتی آورده، بعد بیاری پشت بعد بیاری. سلام. سلام جا. پدر پسرم خوب شد اومدی، میترسیدم که دیگه تو رو نبینم پسرم. پدر منو ببخش، من کور بودم، عقلمو گم کرده بودم، نصایح شما رو گوش نکردم، بعدان پشیمون هستم. حالا میفهمم که ژنی افریته بود و من نمیدونستم. پسرم همین که حقیقت رو فهمیدی، همین که چشم و گوشت باز شده خوبه، حالا دیگه راحت تر میبینم. نه نه پدر، تو نباید بمیری. دیگه از این حرفا گذشته، دفتر زندگی من به انتها رسیده. دعا کن، دعا کن خداوند منو بیامرزه. پسرم من تمام دارایی خودم و طبق وصیت نامه پدر. به موجب وصیت نامه رسمی که پدرتون باقی گذاشته، کلیه اموال منقول اون که حدود 1,500,000 تومان صورت برداری شده به نوش، یعنی فرزند شما میرسه. چی؟ فرزند من؟ هیچ سردر نمیارم. ممکنه خواهش کنم بیشتر توضیح بدین آقای وکیل؟ اگه شما صاحب فرزندی شدید اموال به اون میرسه و مادامی که فرزندتون صغیره، شما قیم اون خواهید بود. و چنان که تا 5 سال دیگه فرزندی نداشته باشید، کلیه اموال پدرتون طبق وصیت‌نامه به مؤسسات خیریه واگذار خواهد شد. آقای وکیل، برای من مهم پدرم بود که رفت. اموال اون چه دردی از من دوا می‌کنه؟ در هر صورت اگه صاحب فرزندی شدی به من خبر بده. باز دیگه چه خبر شده که این طرف ها پیداتون شده؟ خب اومدم خونم دیگه. مگه من زن این خونه نیست؟ والا چه عرض کنه؟ این خونه بیشاب مونده، چطور شد بازم شاب پیدا کرد؟ این کجا را؟ چه این شدق این گاب افلاده بلا؟ باشا ببینم.
خانوم، معذرت میخوام، من اجازه ندارم شما رو تو خونه را بدم. ببین راجل، من تصدیق میکنم که نسبت به تو و آقا رفتار خوبی نداشتم، اما حالا پشیمون هستم. میدونی راجل، نفس کردم اگه بچه دار بشم و آقا به آرزوی خودش که پدر شدنه برسه یک گوسفند بکشم. آها، حالا فهمیدم. از شما موضوع وصیت‌نامه رو فهمیدین. من به وصیت‌نامه چی کار دارم؟ میخوام آقا رو به آرزوش برسونم. الله وای، از شخص رو لو روی بچو بله الو از بین رفته. چرا بایستده با چشای هیزت من رو نگاه میکنی؟ مگه نمیبینی دارم لخ میشم؟ خانوم اینجا که همون نیست دارین لخ میشین. بدون اجازه آقا شما حق ندارین حتی قدمتونه توی خونه بذارین. حالا اومدین فوری لخ میشین. برو گم شو ایچ بری، اینجا خونه منه. با زبون خوش حرف حالیت نمیشه، برو بیرون. باز زل زده منو نگاه میکنه، گفتم برو بیرون. حیال خدا بدون قیل برو گم شو دیگه. احمد به سنگ پای قجری. زن تو؟ اینجا اومده چی کار؟ اومدم مزه عشق و دلبودگی رو بهت بچشونه. خفه شو، برو بیرون از این خونه. سعید، این چه حرفیه که تو میزنی؟ تعصبت کجا رفتی؟ مگه من زن تو نیستم؟ تو یه زن بی آبرو هستی، تو لیاقت این زندگی رو نداری، تو فقط برای مردن خوبی. اما هنوز زن قانونی تو هستم. اومدم ازت خواهش کنم منو ببخشی. ما میتونیم با هم زندگی خوشی داشته باشیم. تو الان بیشتر از همیشه به من احتیاج داری. ما میتونیم با هم خوشبخت بشیم، پولدار بشیم، بچه دار بشیم. بچه دار؟ حالا فهمیدم. پس منظورت استفاده از ثروتیه که به فرزند من میرسه، ها؟ فرزند دو نفری ما. بیا عزیزم، بیا گذشته رو فراموش کنیم و خوشی بشیم. یاد کردی، من دیگه گول حرفای مزخرف تو رو نمیخورم، که دیگه نمیتونی با وسوسه های شیطانیت منو فریبم بدی. طبق امضایی که به من دادی تو نمیتونی منو طلاق بدی، نمیتونی زن دیگه بگیری. اگه از من بچه دار نشی تمام ثروت پدرت از دستت میره. تو لیاقت مادر بودنو نداری. اگه تمام ثروت های دنیا رو به من بدن راضی نمیشم که فرزندم تو دامن ناپاک تو بزرگ بشه. بیا بیا عصبانی نشو، من به تو لذت میبخشم. ولی من از تو نفرت دارم، بیزارم. سعید، سعید. قربونت پریدوخ جون، من بچه میخوام. پریدوخ جونم دستم به دامنت، اگه بچه دار نشم شوهرم از دستم میره. چطور شده؟ حوض بچه کردی؟ چه کنم؟ احمق بودم، نمیفهمیدم، حالا پشیمون شدم. آخه منم زن هستم، آرزوی مادر شدن دارم. هرچی بخوای به تو میدم، یه فکری برا من بکن. من هیچی از تو نمیخوام، اما چون خودم از دامت مادر بودم محروم هستم، میفهمم بچه نداشتن چه مصیبتیه برای یه زن. پریدوخ خانم، قربونت برم الهی، من بچه ندارم، حالا چی کار بکنم؟ اشتباه میکنم. تو بچه بری؟ چی؟ بله؟ یه پسر مامانه، پسر خودمه، هیچ کس نمیتونه اونو از من بگیره. برو خونش، تو یه بود که باز دروغ خونش شر نیستی. گوش کنین مینا خانم، منم مثل شما یه زن هستم. میدونم برای شما خیلی سخته که از این بچه جدا بشین، اما شما فکر منم بکنین، فکر من که مادر حقیقی اون هستم و حسرت یه بوسش سال هاست که به دلم مونده. حرفمو باور کنی. نه، تو دروغ میگی، بچه خودمی، شوهر تو خودش اونو به دنیا آورده. حرف منو باور کن، بچه شما بعد از تولد مرده. شوهرم برای اینکه امید شما رو از بین نبره بچه خودش رو به جای بچه شما گذاشته. قابل بیمارستانم این موضوع رو میدونی. نه نه، این بچه مال منه، منو مادر صدا میکنه، با شیر من بزرگ شده، وصله جون منه. با این حرفا نمیتونین منو فریب بدین. باور کنین راست میگم، اگه شما این بچه رو دوست دارین اونو به ما بدین. سعادت بچه در اینه که پیش مادر خودش باشه، پیش ما.
صاحب میلیون ها ثروت میشه، خوشبخت میشه. شما خودتونم هر کی که بخواین من بهتون میدم. گمشم گمشم، اون حرفا نمیتونی منو گول بزنی. اگه هم وزنش جواهر بریزی نمیتونی اونو از من جدا کنی. منو مجبور نکن به زور متوسل بشم. هیچ کاری نمیتونی بکنی. برو هر غلطی دلت میخواد بکن. اگه با زبون خوش راضی نشی به حکم قانون پسرمو از شما میگیرم. رأی دادگاه با توجه به اظهارات شهود و نتایج حاصله از آزمایش و مدارک موجود، دادرسان به اتفاق آرا احمد را فرزند آقای دکتر سعید و خانم ژنی میشناسند و به موجب این حکم کودک باید به آنها تحویل گردد. در این صورت خانم مینا از این به بعد هیچ گونه حقی نسبت به طفل نام برده ندارد. این پاره چیده؟ این وصله جون منه. چیره میزنه و از من بگیر آقای نموزد، آقای دستتان. شما رو به خدا این کارو نکن. اینا از من نگیری. من بدون این نمیتونم بنده باشه. خدایا این چه بخت سیاهیه که من دارم. آخه من چطور میتونم قبول بکنم که میخوام وصله ایشون رو از من جدا بکنم؟ شما ها مادر به کی میگی؟ به این زن که فقط نه ماه مجبور شده اونو تو شکم خودش نگه داره و هزار مرتبه هم قصد قتلش کرده؟ و یا به این زن که با شیر جونش با قلب و روحش این بچه رو بزرگ کرده و زندگیش رو به پای اون ریخته؟ ساکه. رأی دادگاه به حکم قانون و بر اساس محتویات پرونده صادر شده. بفرمایید. بیا بچه جون، بچه رو بدید به من. نه این جون رو نکنید. بزن راه کنید. همه امید زندگی من این بچه من به جون دیگه هیچ کس نده. اگه نمیشه گناهی کردم که این چیو تسمان سبوده بود. من مامانم رو میخوام، مامان خودم رو میخوام. من با شما خود نمیام، شما رو دست ندارم. مامانم رو دست دارم، بابا دست دارم دست دارم. خیلی سال داشته باشی. اگه یه روز به من این بچه فرصت بده. ولش کنید، این بی‌انصافیه. اگه شما بخواین این بچه رو اینطور از این زن جدا کنید، هم خودش و هم بچه‌اش دق میکنن. من خودم بچه رو از اون میگیرم. نه پسر، نه. من گریه نمی کنم، من هیچ گریه کنم. خودم از کجا دیدم؟ من که اذیتت نکردم. من که پسر خوبی هستم. تو خیلی پسر خوبی هستی. امید زندگی منی. تو دیگه یه مرد شدی عزیزم. حالا باید به یه مسافرت بری. بابا دکترت میاد تا تو رو به مسافرت بره. بابا دستر من سلام. بابا دستر سلام. بابا دستر برام شکولت آوردی؟ یا رب رب پسر، اما برات میارم. هرچی که دلت بخواد برات میارم. آقای دکتر، چه گر گوشم رو به دست شما بسپارم؟ من رنج و اندوه شما رو حس میکنم. من حاضر بودم به خاطر آرامش روح شما یک عمر از فرزند خودم دور باشم، اما تقدیر چنین بود. هرچی بذارم بیاد از بخت سیاه خود. اونه که اونو میبرم تنها دل خوشی من سلامتی و سعادت بود.
از اون مواظبت کنه. اجازه بده این گلشنو ببینم. من برای که از اون دور نباشه حاضرم به خونه شما بیام. کنیزی خودتون و زنتون رو بکنم. من حاضرم زر خرید شما باشم. اما بتونم احمد رو از نزدیک ببینم. حاضرم دست شما رو ببوسم. یه پای زنتون بیفتم. من بجوزی من چه؟ هیچ دل خوشی دیگه این تو زندگی ندارم. شما زن پاک و قابل احترامی هستی. شما یه فرشته هستی. من به دست با مرمت شما بسپرم. مگه با ما به مسافرت نمیای؟ بابادم که دارید با هم موری. تو هم بیا مامان. مگه تو منو دوست نداری؟ مگه من پسر بدی هستم؟ نه پسر، تو خیلی خوب، تو اونقدر خوبی که من نمیتونم باهات بیام. Let's do it.
مریض میشی. من باید مامانم قصه بده. اگه اینطوری داری نانای کنم قصه تو میخوری؟ نه نه قصه میخورم نه میخندم. آه برش کنیم اینقدر لوس برش نگیریم. دلم برش میشوری. مردشور خودتو ببرن با اون دلت. اگه دلت میسوزه ببر قصهشو بده بخوره. بیا بگیرش. یا جون دلم بیا قربون پشت نایدار پشت. ببین شنی، اگه اینجوری پیش بره بچه دوام نمیاره، دق میکنه، نمیره. شنی، خیالتو راحت کنم، اگه این بچه از بین بره زندگی تو هم برای همیشه فنا میشه و از بین میره. من که نمیخوام اونو بکشم. اگه نمیخوای بمیره باید موافقت کنی مینا بیاد اینجا و مواظبش باشه تا کم کم بچه به ما عادت کنه. خب بیا، بالاخره ما به یک الفت احتیاج داریم. اما عجب از سال دنیا، عجب از این معما، فقان از چرخ گردون که حیرون کرده ما را. من و تو هر دو با هم، من و تو هر دو بیغم، که ما بازی که این روزگاریم، تو این دنیا مثل نقش و نگاریم. عجب از سال دنیا، عجب از این معما، فقان از چرخ گردون که حیرون کرده ما را. من و تو هر دو با هم، من و تو هر دو بیغم، که ما بازی چه این روزگاریم، این دنیا مثل نقش و نگاریم. عجب از کار دنیا، عجب از این معما، فقان از چرخ گردون یه حیدون کرده ما را. Thank you.
عجب افتاد دنیا عجب از این معما فقان از چرخ گردون که نیدون کرد ما را من و تو هر دو با هم من و تو هر دو بیغم که ما بازی توی این روزگاریم تو این دنیا مثل نقش و نگاریم عجب افتاد دنیا عجب از این معما فقان از چرخ گردون که نیدون کرد ما را ما با دفتر اومد سلام مینا خانم سلام احمد جان سلام بابا دکتر من تو رو خیلی دوست دارم بابا دکتر برای اینکه مامان جونم رو پیش من آوردی قربونت برم الهی برای اینکه تو پسر خیلی خوبی هستی شما مرد مهربون خداشناسی هستی منم از شما خیلی ممنونم من در حق شما به جز ظلم هیچ کار دیگه ای نتونستم بکنم باور کنیم مینا خانم خودم هم خیلی شرمنده هستم ایشالا بتونم یه روزی تلافیش بکنم همین که اجازه بدین تو خونه شما باشه ما احمد رو ببینیم مثل این نمونه که عمر دوباره ای به من بخشیده آره جوی خودت رو گذاشتم خوابش رو ببینیم بله خانم میفرمودید بله آقای وکیل دیشب خواب دیدم خداوند پسرم از من گرفته خیلی ناراحت شدم ناراحت نباشید خانم از قدیم گفتن خواب زن چپه انشالله که خداوند عمر نوح به پسرتون بده آقای وکیل یه چیزی میخواستم از شما بپرسم اگه خدایی نکرده پسرم طوری بشه تکلیف ثروتش چی میشه؟ البته خدا نکنه راستش طبق قانون وصیت‌نامه پدر آقای دکتر اجرا شده از این به بعد قانون ارث بر دارایی که به پسرتون رسیده حاکمه منظورتون چی؟ اگه خدایی نکرده پسرتون فوت کنه دارایی اون به پدرش و شما که مادرش هستید بریزه من هستم فهمیدی؟ اون کلفت خونه ای ماست من کنوزشون اما خواهش میکنم این حرفا رو جلو بچه نزن اینجا تو چیزی به تو هیچ مربوط نیست تو بچه من هستی مادر تو من هستم فهمیدی من هستم اصلا دیگه حق نداری با کلفت خونه بازی بکنی چرا میخواین منو سرشکسته و رسوا بکنید؟ میگه من گناهی کردم که بچه‌م رو دوست دارم تو دروغ میگی اونو دوست نداری این خرات همش با نقشه و کرک انجام شده من خوب میگم میخوایی به هوای اون قاپ شوهر منو بدوزی تو بچه رو بهانه کردی که به این خونه راه پیدا کنی به خدا نه به پیر نه به پیغمبر نه من حاضرم جونم و برای این بچه بدم اون بچه منه دوستشم داره از حرص تو اذیتش میکنم اگه پای تو میون نباشی مثل دسته گل ازش نگهداری میکنم من حاضرم از اینجا برم اگه لازم باشه خودم از بین میبرم به شرط اینکه بچه رو ناراحت نکنم باید بری باید خونه و شوهر من مال من باشه وگرنه بچه رو دلخوش میکنم همین الان میرم نه اینطوری نمیشه باید کاری بکنی که هم بچه و هم شوهرم از تو متنفر بشن اون وقت بری احمد سلام بابا دکتر سلام خودتارم یلا اونایی که بهت گفتم یادت نره بیا بقلان سب بگم چی برات خریدم اینم تو بی که خواسته بودی من میخوام برم پیش مامانم بازی کنم میخوام با اون بازی کنم صد دفعه بهت گفتم من مادر تو نیستم مادر تو اونه برو با اون بازی کن دیگه هم پیش من نیام خوبه احمد تو اینجا چی کار میکنی؟ کی به تو گفته بود بیای تو این اتاق با تو اتاق خودت اگه دیگه از اتاقت بیرون بیاید قلم پا تو خورد میکنم بلم کن من مالی نشدیم بیا دیست نبیرم بچه خودم بازی کنم مام الان
بشی میرم، اما تو رو با اون که میپرستی این بچه رو اذیت نکن، ناراحتش نکن. دلخوشی من فقط اینه که احمد زندگی خوش و راحتی داشته باشه. تو کاری به این کارا نداشته باش، برو دیگه این طرف رو پیدات نشه. میخوام دیگه اصلا زنده نباشم. حالا میتونم به مقصودم برسیم. با بچه هم بدرفتاری کنم، بی‌انصاف نزنش، بچه منو نزنید، اون بیگناهه، خدا رو خوش نمیاد، نزنش. مینه جان آروم باش. خدا جانم آقای دکتر. چیزی نیست، در اثر تصادف شوک بهش وارد شده. ممکنه خواهش کنم شما این بچه رو ببرین خونه که من اینجا مواظب مینا باشم؟ خواهش میکنم دکتر. متشکرم مینا. بشینم اینجا احمد جان. مامان تو من هستم. کدوم گوری رفته بودی؟ یه دفعه دیگه پاتو از اتاق بیرون بذاری میکشمت. فهمیدی؟ من تو رو دوست ندارم. مامانم رو میخوام. صداتو ببر تا نکشتمت. جمی خانم، چرا با بچه اینطور رفتار میکنی؟ طفلکی دق میکنه. بیا بغل من احمد جان. بیا بغل من. به درک که دق میکنه. بمیره بهتره. گناه داره. این بچه معصومه. خواهش میکنم به زندگی من دخالت نکنید. چه خودم اختیار شده. بازم از اینجا میری؟ حالا میذارم به توی این اتاق تو همینجا خفه خون بگیر. مرد پریدی. مامان. دکتر. اینجا کجاست؟ منو کی اینجا آورده؟ آقای دکتر، احمد حالش خوبه؟ بله، شما تصادف کردین، ولی الحمدلله به خیر گذشت. آقای دکتر، حال من مهم نیست، چیزی نیست. اگرم بمیرم اینطوری نمیشه. فقط خواهش میکنم نذارین احمد رو اذیت کنم. آخه اون بچه به شما احتیاج داره، چرا از خونه ایمون رفتی؟ نمیتونستم، چاره ای نداشتم. مجبورم. آخه چرا؟ نمیتونم بگم. من فراموش کن. به فکر احمد باشم. بله، بفرمی. آقای دکتر سعید، با منزلتون صحبت کنی. چی؟ نفهمیدم. برای احمد خطر پیش اومده؟ بسیار خوب، الان اومده. بودم، هر جمعه بلند شد. بیرونم که نرفته. نمیدونم. نه خیلی اجازی خبری نیست. دایی بیشده خدا جون، خاک آلم بشرم شد. خدا مرکم بریم بچه کجا رفت؟ پیداش نکردی؟ نه کجا رفته؟ جایی نبود که نگشته باشیم. این ورپریده کجا میتونسته بره؟ نمیدونم. ببینم نکنه رفته باشه پشت بو. شاید من میرم اونجا رو بگیرم. منم برم یه تلفن بده. آیه برو معطلش نکن. اوه نه.
جونم همه جون قربونو قده بشکرید بدم همون جو باید چند تا بیاد بیادم از بایی یه کنم 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 اومده بابا خودی اومده از آن دیرش بهت نجاده را خواهی کنم اومده بابا نیست کنم دوره منو تو هر دو بی غم که ما بازی که